یکی از سریال ها در واقع میشه که بعد چیزها نه فقط سریال مطالب که این روزا هر ور سوشال میدیا رو که میری وارد میشی باش برمیخوری فیلم ها پوست ها راجعه به سریال اسکوید گیمه که خیلی باب شده تازگیه توی این ویدیو من میخوام یه نقد روی این سریال داشته باشم. حالا یه داری تعریف هم روی این سریال داریم اما بیشتر نقد ها و صحبت میخوایم راجعه به این سریال بکنیم با هم دیگه. بنابراین اگه که میخوای نقد های من راجع به سریال ها و فیلم های دیگه ببینید و همینطور با ما به اقصا نقاط جهان سفر کنید و لحظات خوبی داشته باشید روی لایک و سابسکرایب کلیک کنید و همینطور روی زنگوله بغلش کلیک کنید تا شما اولین نفر باشید که میتونه ویدیو های ما رو ببینه. اصلا امروز من قرمز پوشیدم و بخاطر اینکه می‌خواستم این ویدیو رو رکورد کنمش ضبط کنم این ویدیو رو و به خاطر بازی اسکوید گیم. یکی از نقد هایی که من میخوام به این سریال داشته باشم و به نظر یکی از نقد هایی که واقعا به این سریال وارده و خیلی واضح بود این بود که متاسفانه داستان سریال ما بسیار کلیشه بود. از اول سریال آخر سریال ما مشخص بود. شما سکانس اول که میدیدید میفهمید سکانس آخر چی. فقط به یک کرکتر پرداخته شده بود توی این سریال، شخصیت پردازی ضعیف، اصلا به شخصیت ها پرداخته نشده بود و ما نمیتونستیم هیچ ارتباطی با شخصیت های سریال برقرار کنیم. میتونستیم یه ارتباطی برقرار کنیم اما نه ارتباط قوی، ما نمیتونستیم چون شخصیت پردازی ضعیف بود. ما با چیز زیادی از شخصیت های سریال ما نمیدونستیم، فقط به یکی پرداخته شده بود و ما قشنگ وقتی که میتونستیم میدیدیم اون اول مطمئن بودیم که آخرم این آقا قراره که برنده بشه. حالا ممکنه تو طول روند فیلم نگاه میکنیم چون سرگرم کننده بود و حالا این میره جزو تعریفا، ولی کیفیت ساخت فیلم بالا بود. آره دوست داشتیم که ببینیم، دوست داشتیم که دنبال کنیم، یا یه جای خودمون گول میزدیم، مثلا من میزدم خودم، مثلا ممکنه ته فیلم تغییری صورت بگیره، اما خب گول زننده بود. یعنی کاملا مشخص بود که اگه این شخصیتی که ما همش داریم بهش میپردازیم از اول فیلم مثلا داستان داره بر دیدگاهمون میره جلو گفته بشه، خب مشخصه این باید آخر بمونه، نمیشه بمیره. برای ما هیچ جای این مسابقه دقیقا منتظر نبودیم که این بمیره. درسته ما میتونستیم منتظر سه کرکتر دیگه باشیم که بمیرن و بین کرکترها توی اینجور سبک فیلم ها عموماً یه انتخاب هایی داشته باشیم، اما ما فقط یه انتخاب داشتیم و مطمئن بودیم یکی زنده میمونه چون یکی هم قرار بودش که به آخر برسن. مثلا من که خودم داشتم سریال میدیدم مدام فکر میکردم نکنه یه قسمتی از زیر نویس رو ندیدم که مثلا نوشته چند نفر قراره ببرن، چون اینجوری که مشخص خواب این میبره تموم میشه فیلم دیگه. مثلا من یه طول فیلم خودم یه جاهایی هم گول میزدم که مثلا من حواسم نبوده یه جا رو ندیدم، شاید نوشته بود چند دیگه. تو طول فیلم مطمئن شدم که آقا یه نفر قراره ببره، خب اونم همینه دیگه. برای باید تهش مشخص بود. مثلا میتونست شکاری بکنه سریال، مثلا میتونست برداره بیاد به این کرکتر رو به چند تا کرکتر با هم بپردازه. مثلا اگه به کرکترهای اصلی ما که نقش زیادی داشتن به زندگی اونها هم از اول میپرداخت یا از یه جای این فیلم شروع میشد و مثلا توی طول فیلم این ایده منه توی طول فیلم وقتی که ما به یه جاهایی که هی میرفتش جلو تو طول مسابقه هی توی زندگی این کرکتر رو برمیگشت عقب. مثلا اون دختره که مال کره شمالی بودش مثلا قصه فرارش رو میتونستش چیزای کوچیکی رو به عنوان خاطره این کرکتر هی مار ببر عقب، یه چیزایی از زندگی این افراد نشون بده که ما خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنیم. مثلا توی خیلی از این سبک فیلم ها وقتی که این کار میکنن و شخصیت پردازی خیلی قویه، یعنی قشنگ به نظر من دو سه قسمت شخصیت پردازی کم داشت و فقط چون سرعت فیلم خیلی بالا بودش باز ما کشیده میشدیم، صحنه اضافی کم داشتش، وگرنه مثلا شاید خودش یه ضعف میگم مثلا یه ضعف بزرگ اینه کاراکتر پردازی کم بودش. مثلا اگه که برمیگردوندش ما رو چندین بار تو طول این سریال در طول این مسابقه ما رو با کاراکتر علی مثلا از زندگی گذشتش آشنا میکرد و یه چیزای جانسوزی رو حالا
مثلا از زندگیش به ما میگفت، من به شخصه شما مثلا علی مردش گریه میکردم، من خیلی احساسی فیلم میبینم مثلا سریع گریه میکنم، یعنی ارتباط که برقرار کرده اون از فیلم که بره بیرون خیلی سریع میشینم گریه میکنم. ولی واقعا این اتفاقی بودش که نیفتاد، وقتی خیلی از کاراکترها تو طول فیلم مردن نیفتاد، من فقط ناراحت شدم بابتشون. فکر میکنم خیلی افراد اینجوریه، یعنی خیلی از افرادی که احساسی بودن در این سکانس حتی گریه نکردن، اونقدر که باید ناراحت نشدم، فقط مثلا ناراحت شدم بردش، خیلی ناراحت شدم، ولی اونقدر که باید ما ارتباطی با اون کرکتر برقرار نکردیم، به خاطر همون اونقدر که باید در مرگ اون کرکتر و بیرون رفتنشون از فیلم ناراحت نشدیم. خب این یه ضعف خیلی بزرگ در واقع فیلم نامه بودش. و یه ضعف دیگه ای که میشه گفتش داشتش، بذارید اول یه نقطه قوت هم بگم، یه در حق فیلم اجحاف نشه. یه نقطه قوتی که داشت این بودش که کیفیت ساخت فیلم خیلی بالا بودش. این خودش نقطه قوتیه به نظر من، کیفیت فیلم بالا بودش. اما نقطه های ضعف فیلم متاسفانه خیلی زیاد بود و اگه بخوام نظر شخصی بگم، به طرفدار فیلم بی احترامی نشم، به نظرم سریال های خیلی قوی تری توی سینما وجود داره که از همه لحظه خیلی بالاترن. اما خب اینم سریال سرگرم کننده و خیلی مزایا داره و سرجم سریالیه که واقعا باید دیدش، نمیشه اینو ازش صرف نظر کرد. و شاید یکی از باگای دیگه، حالا این خیلی تخصصی شاید نباشه، میشه گفتش داشتش، این بودش که وقتی که شیشه ترک برداشت و در واقع پاشیده شدش به سمت بالا، چنین حالت اگه تو دنیای ریالستیک، تو دنیای واقعی ما اتفاق بیفته، توی اینجا اتفاق بیفته، شما داغون میشید. ولی اینا دو نفرشون با اینکه کنار شیشه بودن، فقط صورتشون خراش برداشت و تمام، در حد اینکه فقط صورتشون یه خراش برداره و تمام شد. خب حالا یه ست مصفحه دیگه بگم. به نظر من یه که مشکی به سمش اشاره نشده و راجعه به این فیلم، اون تیکه بودش که دارن بازی میکنن، اونایی که ماسکای حیوان دارن اون بالا نشستن و دوربین از این زاویه گرفته شده بود و فقط سرای اون افراد معلوم بودش، یعنی در واقع سرای خودشون که نبود، ماسکا بود، سرای حیوانایی که به ترتیب نشستن و دارن به مسابقه آدم ها نگاه میکنن. میخواست بگه که اینا مثلا ما انقدر مال پول میدونیم و انقدر کشتار براشون، اینا افرادی هن که دیگه دنیای مثلا سرمایه و دنیای امروز انسان ها دارن از اون انسانیت فاصله میگیرن و اون خوی حیوانی است که بالا اومده. یه چنین بازخوردی رو، یه در واقع برداشتی رو من داشتم از اون سکانس و به نظرم که فکر میکنم فیلم بردار همین رو میخواستش، در واقع نویسنده فیلم میخواستش که همین رو به همون بگه. در رابطه با اون پیرمرده توی فیلم که بازم اگه قرار بود فیلم رو یه در واقع دقت میدیدید، من متوجه شدم به شخص خودم کاملا معلوم داشت که این تشکیلات دست پیرمرد است. اون پیرمرد رفتش بالا و شروع کردش به داد زدن، گفتش این بازی رو پس کنید و اون آقای ماسک دار اون پشت بازی رو قطع کردش، بازی رو قطع کرد، گفت بازی رو قطع کنید و اینا از پشت بازی رو قطع کردن. یه نکته های مثل این بودش که کاملا مشخص میکردش که این پیرمرد دوباره کیه. کلا داستان داستانی بودش که مشخص بود، فیلم نامه بودش که گیر و گودی نداشتش، خیلی باگ داشتش. اما خب میگم کیفیت اصلا خیلی بالا بود، کاش بیشتر به شخصیت پردازی میپرداخت و ما رو بیشتر راجع پایانش گیج میکردش. و خب یه سری تخمینایی هم زده میشه در رابطه با قسمت آینده، در واقع فصل آینده، که من ترجیح میدم هیچ تخمینی راجع به فصل آینده نزنم تا ببینیم که چی میشه. اما خب آگاهی که در رابطه با اینا بودش، این فساد اون کیفیت ساخت، من میخوام از حقیق خودم بگم، به نظرم سریال قوی تری وجود دارن. بازم هر سریالی که من ازش لذت ببریم، خودش در واقع نمیشه زیاد گفتش، میگم فقط در رابطه کیفیت، اگر مخاطبه که بیشتر تعیین میکنه که چه فیلم خوبی و چه فیلم بد، بقیش اون قسمت تکنیکیه که میشه مشخصش کردش. امیدوارم که از این ویدیوی من لذت برده باشید. فعلا بای بای.